با سلام خدمت دوستان ادامه میدیم روزنامه خاطرات اعتماد و سلطنه رو جمعه پنجم این روزنامه 39 ساعت دریانوردی است قبل از شروع به این تفصیل لازم است که بنویسم چطور شد به خیال این سفر افتادم و از وقت مصمم شدن الا زمان حرکت چه رو داد روزی که موکب همایون قلعه پلنگان تشریف فرما شدند و من هم شرف التزام رکاب همایون را داشتم کشتی دودی از سمت حاجی ترخان و بادکوبه به قصد بندر گز و آشوراده در دریا پیدا شد علل از خاطرم گذشت که چه دارد از خاک پای مبارک اجازه رفتن به آشوراده را استدعا کنم رفتم عرض کردم اجازه یافتم جمعی دیگر از همقطاران که بی میل به این سفر نبودند حضور داشتند اجازه خواستند با من رفیق شود. اجازه حاصل کردند خود ذات اقدس همایون بدون اینکه اهدی عرض کند فرمودند حکیم تلوزان هم با من همراه باشد فلفور حکم همایونی و اجازه پادشاهی را به عزودالملک حکمران مازندران ابلاغ نمودم که لازمه مسافرت را از کرجی و بلد راه و غیره حکم بدهد حاضر کنند. وقتی که منزل آمدیم من تفصیل را به حکیم تولوزان اطلاع دادم او هم بیمیل نبود بلکه خیلی راضی شد دیروز که اردو از نزدیک قلعه پلنگان به یورت مقیمی تشریف فرما شدند در سر نهار بندگان شهریاری شفاهن به حکیم تولوزان فرمودند که باید تو هم آشوراده بروی جزئی تردید هم که داشت رفت شد مصمم این سفر گردید به اتفاق حکیم به آفتابگردان از ملک رفتیم و ابلاغیه امر علیه همایونی را نمودیم از ملک به میرزا مسیح وزیر احکام به میرزا مسیح وزیر احکام لازمه تهیه سفر را دادند در بین راه از نهارگاه به منزل مجددا شاه فرمودند بر فرض حکیم تلوزان اگر نیاید تو خودت به آشوراده برو دیروز اصر که وارد منزل شدم خسته بودم در خانه نرفتم قدری راحت نمودم بعد کاغذی به ازادالملک نوشتم که در باب رفتن ما چه قرار داده ای؟ در عوض جواب, در عوض جواب عباس خان سرحددار حاکم اشرف را فرستاده بود. آنجاها سپرده است و پیغام داده بود. هرچه برای این سفر لازم است از تهیه و اطلاع از عباس خان باید خواست. خان سرحددار اول, اول حرفی که به من زد گفت بهتر است بهتر این است شما فردا در رکاب همایون سوار شوید الا سرتک بیایید از آنجا کرجی به جهت شما حاضر کرده شما را به آشوراده خواهیم خواهم فرستاد چرا که باد مخالف است و زحمت به جهت شما دارد با کرجی رفتن اما عمده خیال من این بود که تنها سفر آشوراده نباشد بلکه وضع جغرافیایی میانکاله را هم بفهمم سمت شمال این نیم جزیره را می دانستم محدود به دریای بزرگ است اما از طرف جنوب که به مرداب معروف است تماشایی به نظرم آمد واقعا خالی از تماشا هم نبود اصرار کردم که باید کرجی در همین مقیمی حاضر شود و از روی آب سفر کنیم بعد عباس خولی خان گفت شما به چه سمت آشوراده می روید؟ تکلیف من این است دریابیگی روس را قبل از ورود شما اطلاع بدهم جواب دادم چه اط... چه ایب دارد اطلاع بده حکیم تولوزان طبیب مخصوص پادشاه هست و من هم که از خدام خلوت و همایونی هستم شخصا بدون سمت رسمی محض تفرج و گردش آشوراده می رویم عباس خان رفت کاغذی از ادول ملک به خط خودشان به من نوشته بودند که بدون هیچ ملاحظه بدون هیچ ملاحظه شعونات خودت را بنویس و به طور ابلاغ بفرست که سند من باشد که با این شعونات به دریا به یه روس اطلاع بدهم من می دانستم که اولا اطلاع دریا به یه روس به هیچ وجه لازم نیست ثانیا جناب از چرا از خود من باید شعونات سوال کند مگر ملاحظه نمی کند که در حضور مبارک به چه خدمت مشغولم و کمال افتخار را دارم جوابی عرض کردم که به هر سمت و صفت که میل دارید اطلاع دهید اما همینقدر من و حکیم طولوزان استدعا داریم که احکام لازمه را بدهید صبح زود ما در راه باشیم شب به بعضی تدارکات این سفر گذشت به ملاحظه این که مبادا واقعا باد نوزد این مسافرت که زیاد از پنج فرسخ نیست دو سه روزه طی شود آزوقه لازم است فرستادم اردو بازار نان پیدا کنم پیدا نشد نانواها پلنگان مانده بودند فرستادم از آقا محمد علی باشی قدری نان خواستم دو سه نان فرستاده بود ممنون شدم چرا که حقی نداشتم اما دو نان کجا کفاف میدهد از نان که معیوز شدم گفتم دو قابلامه پلو پختن دو سه جوجه آب پس کردن دو سه کوزه آب شیرین برداشتم تپانچه ششلول خود را بیرون آوردم پاک نمودم تفنگ خود را با چهار پاره پر کردم شام خوردم خوابیدم امروز صبح قبل از طلوع بیدار شدم آدمی فرستادم چادر از که بلد ما را بفرست کرجی کرجی ما را حاضر کند آقا اسدالله نامی را فرستادند که الا کنار مرداب بلد باشد سوار شده به اتفاق حکیم تلوزان دو هزار قدم تقریبا رو به جنوب راندیم به کراجی ها رسیدیم که سیورسات دواب همایونی را حامل بودند اما اسدالله ما را به آقا فضل الله نامی سپرد خود مراجعت نمود آقا فضل الله آدم عباس خان است آدم بسیار آدم معقول و زرنگی است کرجی خوبی حاضر کرد فرش میانش انداخت مرکبات و انار و بره و مرغ و نان خوب و آب شیری میانش گذاشت آقا عباس خلی قاجار سپانلو که او هم آدم سرحد است با ما همراه کرد چهار از دسته گذشت لنگر کشیده رو به مشرق و سمت آشورا راندیم باد به هیچ وجه در هوا نبود یک ساعت راه که زیاده از دو هزار قدم نرفته بودیم به کرجی دیگر رسیدیم که چند ترکمان اوغرجلی میان او بود پرسیدم این کرجی کجا روانه است گفت سرتک می رود وقت نهار بود قابلامه را گرم کرده نهاری با کمال اشتها صرف شد ماهی زیاد موسوم به کپور که حلال است علال اتصال از آب دو سه زر خود را بیرون می و باز فرو می رفتند. خیلی تماشا داشت بعد از دو سه ساعت روبروی قلعه شاه کلا و امارت صفیاباد رسیدیم قلعه شاه کلام را می گفتن مهدی قلی میرزای مرحوم در زمان حکومت خود ساخته و استرابادی ها را آنجا منزل داده است هفت ساعت از دسته گذشته باد به قدری کم بود که آقا عباس قلی کاپیتان و سایر ملاحان که چهار نفر بودند قرار دادند که کرجی را به امداد چوبهای بلند که دارند حرکت بدهند توضیح آن که عمق این مرداب از این کناره میان که ما حرکت می کنیم الا آشوراده زیاده از دو زر و نیم نیست اغلب جاهای یک زر بلکه سه چارک است طوری که ته دریا و شنهایی که چسبیده است به عمق دریا پیدا بود حتی صدف های کوچک ته دریا نمایان بود. این کرجی که در روی مرداب میانکاله حرکت می کنند خیلی زیاد است و بعضی کشتی های بزرگتر که در دریای بزرگ سیر می تواند کرد اغلب به باتکوبه می رود. در جایی که به حسین قلی و یک منزلی گرگان سمت پرت تایفه اغرجلی است می سازند و خیلی خوب و محکم می سازند. اما چوب را از هاجیترخان میآورند و ترکمان ها می میسازند مثلا این کراجی که ما در میانش بودیم دوازده زر طول و سه زر و نیم عرض داشت هفتاد تومان خریده بودند چهار ساعت به غروب مانده باد به هیچ وجه نیست ساعتی زیاد از نیم فرسخ به امداد چوب و پارو نمی رویم صدای تفنگ زیاد از میانکاله شنیدیم و سوار زیاد پیدا بود معلوم شد به همایون است سو نیم به غروب مانده باد مراد و وزید ساعتی یک سه فرسخ راه می‌رویم دو و نیم به غروب مانده قلعه جدیدالبنای سرتک پیدا شد باد خوبی می‌وزید و تند می‌رویم حالت خوبی داشتن با حکیم تُلوزان صحبت می‌کردیم از یک طرف نیم جزیره میانکاله نمایان بود از سمت طرف کوه‌های اشرف که به قول آقا عباسقلی و سایرین موسوم به کوه‌های یخکش است پرسیدم این اسم را کی به این کوه داده جواب داد زمان شاه که بنای اشرف را گذاشتند طایفه مخصوصی را از هزار جریب به مازندران کوچانیدند آنجا سکنا دادند تکلیف آنها این بود در زمستان برف و یخ در گودالها میریختند در تابستان یا هر وقت که اردوی شاه آنجاها می آمد از آن یخها بار کرده به اردو می آوردند اگرچه حالا هم به آن کار مشغول هستند اما به نظم آن وقت نیست چرا که از برای آبدارخانه پادشاهی هم به قدر لزوم یخ پیدا نمی کنند رئیس این طایفه یخکش علی اکبر خان است و چهل تفنگچی عباب جمع اوست از عباس خودی خان خیلی از عباس قلی تمجید زیاد می که خیلی مهمان نواز است و مردم او را دوست دارند از غلام حسین خان که قبل از او بوده و ظاهرا همین غلام حسین خان اشرفی ملتسم رکاب باشد چندان دل خوشی ندارند می میگفتند چهار سال قبل از ترکمان ها اشراف و اش اشراف و اطراف را چپو میکردند و اسیر میبردند از وقتی که قلعه پلنگان بنا شده این مرداب و آبادی اطراف از شهر ترکمان آسوده میباشند خلاصه یک ساعت و نیم به غروب مانده به اصل دماغه و انتهای نیم جزیره میانکاله رسیدیم انواع و اقسام مرغ از هر جور و هر رنگ دیده شد می توان گفت دو کرور بلکه سه کرور در تیران بودند. هر قد به آشوراده نزدیک تر می شدیم دلها می تپید یعنی پیش, پیش خود یعنی با تولوزان خیال میکردیم که به این تفصیل و اصرار که از دول کرد سرحددار دیشب ده مرتبه سمت رسمی ما را سوال میکردند. یقین است به دریابگی چنان خودشان اظهار داشتند اطلاع دادند الان است که دریابگی با جمع صاحب منصبان نظامی الا بندرگاه ما را استقبال خواهند کرد حکیم تولوزان قبای نو پوشیده من دستکش سفیدی که پاک نگاه داشته بودم دست کردم با ماهود پاک کن سرداری لباس خود را تمیز نمودم نزدیک که شدم طوری که اشخاص جزیره پیدا بودند چند نفر حمال در بندرگاه اغورجی اغورجلی ماهی گندیده افن ماهی گندیده شده افن خالی کرده به داخل جزیره می‌بردند یقین کردم ها هستند دو سه کشتی بخاری جنگی که یک شرایی بود به سمت جنوب جزیره روبروی بندر گز ایستاده بودند هر دقیقه گمان داشتم که توپ خالی خواهد شد معاینه حالت دنکی شد که آسیاب های بادی را دیده بود و تصور دیو کرده بود داشتیم ما هم هر سیاهی که می دیدیم آقا بیگی و آتاماجور را خیال می کردیم که استقبال ما آمده اند. به این خیال که همه نتیجه اسرار معرفی ما بود به سمت رسمی نزدیک می شدیم. آخر رسیدیم و از کرجی پیاده شدیم. بی بلد و بی راهنما وارد خشکی شدیم. وروس زیادی از ملاح و سرباز و غیره از پهلوی ما می گذشتن. تنه می زدن بلکه ریشخند می کردن. هر طور بود خود را به دکان ارمنی که نزدیک بود رساندیم. شخصی ایرانی آنجا دیده شد معلوم شد میزا سلیمان سلماسی ارمنی تبعی ایران مترجم قنسولگری روس در استراباد است بودن او خیلی به کار خورد حکیم تولوزان کاغذی از ایوان بیک آدم لیزانوف مستجر شیلات که در فره آباد بود خطاب به برادر لیزانوف که در است هست و تا آن وقت به من بروز نداده بود به خیال اینکه شاید محتاج به این سفارش نامه نباشیم همان جلال و شعن خودمان کافی باشد مجبور شد کاغذ را داد بردن چند دقیقه گذشت شخص ارمنی مفرنگی پیدا شد فرانسه نمیدانست ترکی بلد بود حالا نیم ساعت به غروب مانده است کمال مهربانی را به ما کرد حکیم باشی آشوراده را از ورود حکیم تولوزان خبر دادند. مدتی گذشت شخص بلندقامت لاغری موسوم به دکتر نیتالایوفسکی وارد شد بعد از طی تعارفات حکیم را دعوت به منزل خود کرد مرا هم دعوت کرد رفتیم خانه حکیم مثل سایر خانه های آشوراده بیرونش مشابه به خانه های دوحاتی مازندران است میانش سفید است اسباب و مخلفات دارد چای آوردن صرف شد حکیم روسی گفت چه عیب دارد شما شب در جزیره بمانید قدری عذر آوردیم که ممکن نیست آنجا مهمانخانه ندارد که بتوان ماند حکیم روس گفت خانه من حاضر است حکیم تولوزان و من هر دو بیمه نبودیم به دو جهت آنجا بمانیم اولا این زحمت که کشیده ایم اقلا جزیره را می توانیم سیاحت کنیم ثانیا شب را در کرجی و روی مرداب نباشیم برادر لیزانوف هم با ما بود وقتی که طبیب روسی به کنیز خود دستورالعمل عمل پذیرایی ما را میداد او فهمید پیش من آمد به زبان ترکی گفت من نوکر ایران هستم شما هم اهل ایران اگر بخواهید شب را منزل من نیایید و بیتوت نکنید ننگ است از برای من به حکیم تلوزان گفتم او هم راضی شد از طبیب روسی عذر خواستیم خانه این شخص رفتیم یک ساعت از شب گذشته حکیم روسی با دو سه نفر صاحب منصبان بحری بازدید آمدند و از طرف خواهش کرده بودند که با او ملاقات کنیم به اتفاق حکیم تولوزان خانه دریابگی رفتم که معاینه همانجا خ... همانجور خانه حکیم بود اما قدری بزرگتر و دورش هم ایوان چوبی دارد و به دریابگی خودمان را معرفی کردیم از خواهی زیاد نمود که اگر اطلاع داشتم چه احترامات میکردم و ما را دعوت به کلوب نمود که به جهت شبنشینی آنجا برویم از خانه دریا بیگی مراجعت به منزل شد شام صرف نموده به کلوب رفتیم کلوب آشوراده عبارت از از اتاقی که 20 زر طول دارد و ده زر است از. از چوب ساخته شده است و دورش ایوان است سی چهل چراغ نفتی و دوازده دیوار نفتی زینت این اتاق است دو کتابخانه بزرگ یک سمت این اتاق گذاشته قریب 400 500 جلد کتاب از هر جهت حتی کتاب فارسی چاپی هم در آن کتابخانه است میز بزرگی وسط گذاشته شده روزنامه به زبان روسی روی این میز ریخته شده دو سه میز کوچک نزدیک دیوار و چهار طرف گذاشته شده بالای هر میز دو شمدان بود و اینجاها جاها گنجفه بازی می کنند. قریب سی چهل نفر صاحب منصب و سه چهار نفر زن آنجا بودند. همه قمار می کردند. دریا هم آنجا آمد. پیرمردی مردی سریش و موی سفید آدم ساکت و است. فرانسه هم نمیدانست منصب سرهنگی دارد. وقتی که موکب همایون پادشاهی سفر اول گیلان تشریف آورده بود با قلی بیکس شرفیاب شده بود نشان شیر و خورشید درجه دوم به او مرحمت شد نیکول بارون نیکولا صاحب منصب بحری که آجودان است فرانسه می دانست طبیب روسی هم قدری حرف می زد آنها مترجم بودند. یک ساعت تقریبا در کلوب مانده مراجعت به منزل شد خوابیدند.